بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. أصغرا گرز آتش خسم و بیتاب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی، شم رحمی نگر بر دل بیتابت کرد، نوک تیر ستم هر مله سیرابت کرد. امشب در خانه باب الحوائج محکم بگیر رشته قنداقش به دست، باب الحوائج است اگر شیر خوار است. اصغرا از چه چنین زار و پریشان شده ای مادر، از چه رو غرق بخون ای گل خندان شده ای. جان مادر به نگر حالت دلگیری من. این زبان حال رباب. جان مادر به نگر حالت دلگیری من، نزد زهرا تو مکن شکمه ز بیشی. نزد زهرا تو مکن شکمه ز بیشیری من. جان مادر ز غمت سوزم و می سازم به جهان، گر بمیرم ز آتش من نخورم آب روان. آب می آوردن بیبی رو باب نمی خورد. نمی گفت بچه معرفت رو ببینید چرا آب نمی خورید. ان الذی کان نورا یستعذو بهی قتیلا غیر مدفون. آخه خودم دیدم شوهرم بدن قطع قطعش روی خاک ها، حسین و بالا به تشنه معرفت زیاده دیگه.
اینه که سرش یه شخصیتی مثل فقیه اهل بیت آیت الله العظما غربی کمپانی فیلسوف فقیه میاد برای شعر میگه. چه شعر میگه؟ خیلی عجیبه، شعری که فقیه بگه. این روزه رو خواهرها بیشتر گوش کنن، اونا بیشتر عمق ماجرا رو میفهمن، اونها بیشتر گریه میکنن. دیدید بچه رو میخوان از شیر بگیرن، سخت اون روزهای اول، هی بغل میکنن، محبت میکنن، نوازش میکنن. میگه منم بچه‌مو میخواستم از شیر بگیرم، چجوری شیر گرفتن از بچه رو، از شیر چجوری گرفتن؟ میگه ما خلتو ان السهم للفطام، فطام به عربی یعنی از شیر گرفتن، گمان نمی کردم که با تیر سه شعبه تو رو از شیر، حتی عرتنی جهرتن ایام، حتی رأیت القدر المقدورا حیث رأیت نهرک المنهورا. تا اون لحظه ای که اون رگه های بریده گلوی تو رو دیدم مادر. علی جان آه بنداقی خونا لود لود دستشه، زنها و بچه ها اطرافشن. چی گذشت به دل امام حسین؟ اون آقا اون کوه صبر اینجا در کربلا فقط داره یک جا از عالم غیب بهش ندا اومد، اونم اینجا بود در شهادت این شیرخواره. ندا آمد دعه یا حسین ان له مرزعا فی الجنه، بچه تو به ما بسپار، ما مرزعی در بهش براش در نظر گرفتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیم و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الهد منی لزیادتکم. همه همه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية و ما ادراک ما هیه ناران حامیه. صلواتی خواهد قبل از قیام قیامت فعل و انفعالاتی در این عالم هستی می شود. قیامت که واقع میشه هیچ کس نمی دانه. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اما کجا محل کجاست؟ همین کره زمین محل رسیدگی به حسابا و کتابا. فعل و انفعالاتی میشه. اذا السماء انشقت
وأذنت لربها وحق. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت. این خورشید میگیره، این ستاره ها میگیره، برعکس اونچه که فلاسفه امثال قدما مثل ارسطو و متأخرین مثل فارابی و ابن سینا میگن که این کهکشان ها و این عوالم اینها همه ابتدایی براش نمیشه تصور کرد، که انه ازلی و انتهایی براش نمیشه تصور کرد، که انه ابدی، ولیکن بخلاف صریح قرآن که قرآن میفرماید نه، اینها اولا ازلی نیستند. روزی بود که خدا بود و این خلق نبود، خلق کرد. یا من قبل کل شیء، در دعا میخونید در شبهای ما رمزون، یا من کان قبل کل شیء، قبل از هر چیزی بود. فخلق، بعد خلق کرد کل شیء، ثم یفنا کل شیء، بعد او باز باقی است. بعضی از فلاسفه میگن تقدم و تأخر رتبی است. نمیشه ما تصور بکنیم زمانی را که فیاض علی الاطلاق بوده فیض او نبوده، فیض وجود او نبوده. خدا رحمت کند مرحوم استاد الفقهاء والمجتهدین شیخ انصاری علی الله مقامه میگه قد اجمع الشرائع علی حدوث العالم زمانن. گویی که از این فلاسفه میگو مرحوم شیخ شاید ما رو حسن هیچ کدوم ما رو جز به شرائع نمیدانه، اهل شرائع. اجماع بر این است، اون چی که در آیات و روایات است. فلذا در بعضی از موارد شیخ الرئیس میگه ما اینها را اگر نتوانیم فلسفه هم اثبات کنیم، چون صادق مصدق فرموده است، یعنی پیغمبر فرموده است، ما طبق اون قول صادق مصدق قبول میکنیم. الان البته دانشمندان جدیدن هم میگن که نه، اینجور نیست که این همینطور نظام همینطور. اولا اون اول و ابتدایش در اثر نمیدونم چی انفجار، حالا نظریات مختلف، یک مرتبه به وجود آمده، اینجور نیست که بگیم ازلیست. و ثانیا این عالم رو به انقراضه، اینجور نیست که همجور باشه، کم میشه، همچنان که میگن از حجم خورشید هر عرض میشد، روز، هر ماه، هر سال چقدر کم میشه، چطور میشه، فعل و انفعالاتی که ذکر میکنن. الانم که در کره زمین این خبرها که بله دیگه گرم شدن کره زمین و وضع و همین مونتریال ما که در این شهر که میگن مثلا سابق شاید تا 50 درجه، 60 درجه، چقدر خیلی نقل میکنن، گفت مثلا راه که میرفتن وقتی این سرما گوشو میزد میگفتن دست نزنید، امکان داره این لاله گوش بیفته کنده بشه. حالا اون سرماها الان این وضع مثلا نص صریح قرآنه که یک عمدی دارد، اون عمد که برسد تمام میشه. اذا الشمس كبرت اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها.
زمانی که اون زلزله میاد، زلزله آخر الزمان غیر این زلزله هست، یه منطقه شش رشته، هفت رشته، چه عده زیادی میمیرن، عده از حیوانات، انسانها، جنبنده ها، گیاهان، نباتات به هم میریزه، اما نظام به هم نمیریزه. نظام آفرینش هست، حرکت زمین هست، حرکت کرات هست، اما اون زمان اتفاقی که میفته حرکات به هم میخوره، دریاها آتش میشود. فجرت در سوره انفطار داره، بحار منفجر میشه. سجرت در سوره تکویر آتش میگیره، آب که ضد آتشه، این آب آتش میگیره. خب از اکسیژن، هیدروژن، این اکسیژن و هیدروژن که از هم جدا بشه، اینا قابل اشتعاله. خداوند متعال خالق این عالم قبل از انقراض، اون لحظه آخر که میخواد بعدش دیگه قیامت بشه، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. مردم بترسید از اون زلزله، از اون روز که زلزله عظیمی میاد. یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. اون زلزله قیامت زیر و رو میشه. این سوره‌ای که خوندم در ابتدای منبر، القارعه ما القارعه، از اسماء قیامت، کوبندگی. چه کوبندگی؟ این کوههای سر به فلک کشیده، تکون الجبال کالعهن المنفوش، مثل پشم زده شده. خدا یه آسفالت سر تا سری درست میکنه. این کره زمین که اینقدر آب و اینا، آب هم همه تبخیر و منفجر میشه، آتش میگیره تمام کره زمین. چه خبره؟ اولین و آخرین باید بیان برای حساب و کتاب. بازم محشره. پیغمبر اکرم فرمود احسنهم حالا من وجد لقدمیه موزعا. اون کسی که برای دوتا قدمش جا پیدا کنه، اون خیلی وضعش خوبه. محشر میگن، یعنی میخوان بگن شلوغه. آقا رفته اونجا شو محشر بود، محشر یا محشر، چه خبره؟ القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل پروانه ها. پرواز پروانه یک پرواز نامنظمی است. تو پرواز نمیکنه، صاف بره، بالا میره، پایین میره، سمت راست میره، سمت چپ. روز قیامت مردم عجیبه. زمین دارد مثل گداخته است، داغه. این زمین آماده می شود. قبل از این همه جنبنده ها می میرن. فنفق فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. در صور اسرافیل می دمد. اون لحظه آخر همه دیگه، هر کی مونده، اونایی که مردن مردن، اونایی که موندن تا اون مرز قیامت، اونها یک جا می میرن. فصعق من فی السماوات والارض، اون چی که در آسمان ها و زمین میمیرن. حتی ملائکه، حتی جبرئیل، میکائیل، اسرافی، همه. خطاب میرسه کی باقی مونده؟ خدای این چند تا ملک مقرب همه رفتن، انسان ها رفتن، طایفه جن رفت، یه چند روزی شلوغ پلوغ کردند و تمام شد. خطاب میرسه که اینها رم قبض روح کن. جبرئیل هم دیگه بسشه، میکائیل، اسرافیل. کی باقی مانده؟ من و
باقی موندم، ذات اقدس تو هم که همیشه زنده. امام علیه السلام می فرماید، خدا می فرماید حالا نوبت توه، تو هم باید. کل نفس ذائقة الموت، خوندیم شب گذشته، حالا نوبت توه. امام می فرماید وقتی قبض روح میشه، روح به سینه که میرسه، حالا سینهش چیه، حقیقت وجود عزرائیل چیست، میگه خدایا اگر میدانستم جن کندن اینقدر سخته، به بنده ها بیشتر رعایت میکردم، رعایت میکردم. کی باقی مونده دیگه؟ هیچکی، همه مردن. خداوند خطاب میکنه، لمن الملک الیوم، سلطنت مال کی امروز؟ گردن کشا کشن منم منم زناک کجان؟ ما گفتیم، ما دستور دادیم، ما اینگونه صلاح دیدیم، هی جمع میبستن. عجیب، سران قدرتمند جهان که همه دنیا را از آن خودشون میدانستن، گوشن هیچکی جواب نمیده، همه مردن. فرعون ها کوشن، انا ربکم الاعلا. خود خدا جواب خودش میده، لله الواحد القهار، سلطنت مال واحد قهار، مال خودت. اینا چند روزی آمدن و حالا رفتن. 400 سال زین العابدین علیه السلام میفرمد طول میکشه، 400 سال خلاصه همه مردن تمام. بعد از 400 سال این فعل و انفعالات که می شود مهیا میشه و نفق فی الصور. اول کسی که زنده میشه کیه؟ اسرافیله. خدا اسرافیلو، چرا؟ اون مأمور شیپوره. قدیما در سربازخونه ها شیپور میزدن، شیپور آماده باش میزدن، سربازا باید بدن. الان نمیدونم، الان لابد از این بوغا میذارن چیه اینا، بله جرس میذارن، موقع شیپور میزدن. این میاد سور اسرافیل دمیده میشود و نفق فی الصور، قرآن میفرمد فتأتون افواجا، بعد شما فوج فوج میایین، گروه گروه سر از خاک در میارن، مردم میان. این رویی که متعلق بود به بدن برزخی، بدن برزخی دیگه کنار میره، روح میاد، خدا این بدن خاکی را با همین بدن منتها یک دخل و تصرفات میشه. با قول شیخ مفید اعلی الله مقامه و دیگر بزرگان که مناسب اون روز است، ولیکن قیافه رو وقتی میبینی همون آقا همون خانم شناخته میشود، زنده میشود. آیات مکرر در قرآن است، من جمله اون آیه حضرت ابراهیم میگه خدایا دلم میخواد ببینم چجوری زنده میکنی، روز قیامت ما الان میشه ببینیم. ابراهیم عزیز کرده خداست، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا، خدای به من نشون میدی چجوری زنده میکنی. قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ میگه قال بلا، مؤمنم، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. خدا دستور داد 4 مرغ بگیر، سر ببر، اینها گوشتشون رو به هم بکوب، مخلوط کن. قال فخذ 4 من الطير فصرهن الى كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. 10 قسمت امام باقر علیه السلام میفرماید این گوشتارو کوبون، 4 تا پرنده ذبح کرده گوشتاشون کوبیده در هم،
بال و پوست و گوشت و استخوان و منقار و همه قاطی. یه مش گذاشت روی این تپه، یه مش گذاشت روی اون تپه، یه مش درد که در ده مکان گذاشت. صداشون کن، اسم اون پرنده رو بیا. اسمی آورد، یه تیکه گوشت از اینجا بلند می شد، یه استخوان از اونجا، اینها می آمد جلوی چشم ابراهیم. یعتین که سعیا فلما تبین قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. آیه دیگه در سوره یاسین، پیغمبر نشسته بود، عربه اومد یه تیکه استخوان از قبرستان، استخوان انسانی رو گرفته بود، اومد استخوانی که مال سالها بود سوس شده بود، اومد جلو پیغمبر اینجوری با دستش له کرد، فوت کرد تو دامن پیغمبر. خب ازشون خیلی بی‌ادب بودن. گفت اتزعم ان ربک یحیی هذه بعد ما ترا، تو میگی خدا اینو زنده میکنه؟ جبرئیل نازل شد این آیه در سوره مبارکه یاسین. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. آمده مثال برای ما میزنه، مثال آورده، ضرب لنا مثلا نسی خلقه، بگو خلقت خودتو یادت رفت، تو خودت از چی به وجود اومدی؟ قال من یحیی العظام و هی رمیم، من و شما هایی چی نبودیم؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبود. اون خدایی که از هیچ تو را آفرید، حالا به قول تو یه مش استخوان پودر شده هست. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، و هر خلقی علیم است، خلقت دست اوست. مثال دیگه اون جریان حمار عزیز و عذر که می رفتن، میخواست خدا نشونش بده، خودش و اولاقش و روحشون رو گره، بعد 100 سال زندش کرد. چقدر خوابیدی؟ گفت لبست یومن او بعض یوم، فکر کنم یه روز یا نصف روز یا یه روز. خطاب شد بل لبست مع تعامن، 100 سال اینجا خوابیدی؟ میگی نصف روز. نگاه کن علاقه رو ببین، علاقه تیادت سوار شده بود، چیزی ازش نه. کیفن انشزه ها زمن از کوها و لحما، چگونه ما اینو زنده میکنیم جلوی چشمت؟ خودت که بعد از اینکه درست شدی چشت باز شد، حالا او رو ببین جلوی چشمش. اینا مثال های قرآنی است و اینها ادله ما از آیات قرآن زیادتر از این هاست بر معاد جسمانی. اونایی که میگن معاد روحانی، صرف باطلی است. معاد جسمانی، منتها جسم مناسب قیامت که حالا بحثش مفصله. بعد در اون روز خاص سر از قبر در میارن. فی یوم تعرج الملائکة و روح، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اون روز قیامت چقدره؟ 50,000 سال طول میکشه. روز طولانی است. میگه روز قیامت، روز قیامت به حساب میرن. روز قیامت مثل روزایی که ما نیست، 12 ساعت، 18 ساعت، 20 ساعت، چند ساعت، روز طولانی، روز کوتاه، نه، 50,000 سال. هر 1,000 سالی از یک چیز سوال میکنن. مواقف یوم قیام، مواقف جمع موقف، موقف یعنی ایستگاه. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول چیزی که سوال میکنن نمازه. نماز چیکار کردی؟ تا
تا سر از خاک در میاری نماز رو میپرسن. برادران خواهران خیلی دقت کنید، نماز پیغمبر فرمود ستون دینه، ان قبلت قبل ما سوا، اگه قبول شد اونای دیگه هم قبول میشه، اگر کار خیر کردی زیارت رفتی، عرض می شود که مجالس امام حسین رفتی، هر کاری کردی اول به نمازت نگاه میکنی، اگه نمازت قبول بود بعد اونای دیگر رو نگاه میکنی، و این ردت خدای نخواسته اگه نماز رد بشه رد ماسه و دیگه به بقیه پرونده نگاه نمیکنه. خب خدای من نماز نخوندم اما این چه کارایی کردم، این کار کردم و کار خیر کردم، این کار این ریشه این بود، ارتباطت با خدا رو قطع کردی، ارتباطت با خدا رو اصلاح نکردی. این یه خطکشه برادرها، میخواییم ببینیم مثلا این عزاداری های ما انشاءالله مقبوله، نگاه کنیم به نماز، اگه دیدیم نمازت قشنگتر شد دهه عاشورا، عبادتت بهتر شد، این علامت قبولیه، وارد بساط حسینی شدی، اخلاقت حسینی شده. امام حسین اول نماز اشهد انک قد اقمت الصلاة، امام حسین اقامه نماز کرد، نه که امام یه وقت شما نماز میخونی یه وقت اقامه میکنی. اقامه با خوندن چه فرقی داره؟ خوندنی که خودت وضوتو بگیری نماز تو بخونی، اقامه اینی که وضوتو میگیری دست زن و بچت هم میگیری، دست دوستت هم میگیری، اونا رو هم میاری طرف نماز، بیا نماز بخونی، بیا جماعت بخونی، بیا نمازمونو بخون، بیا نماز اول وقتمونو بخونیم. اقامه امام حسین اقامه نماز فرمود، اقامه نماز فرمود. بین راه، تو بیابون، تو صحرا، تو کربلا، همه نماز اول وقت. براتون گفتم چند شب قبل با حر ابن یزید ریاحی که راهش بسته داشت مذاکره میکرد، وسط مذاکره اذان شد، حضرت فرمود تو برو با لشکرت نماز بخون، نماز ظهرون بخونی، منم بخونم، ادامه صحبت بعد از نماز. یعنی چی؟ یعنی شیعیان من، نماز در نظر من اینقدر مهمه، اینا شوخی نیست، نمازت درست بشه خیلی چیزا درست میشه. دو رکعت نماز میخوای بخونی برادران خواهران خیلی شرایط داره، لباس باید پاک باشه، بدن باید پاک باشه، لباس باید قصبی نباشه، یعنی حق و ناس درش نباشه، وقشناس باشی، طهارت داشته باشی، طاهر بدن، طاهر لباس، طاهر نیت، چون نیت نمازم خدای نخواسته درش غشی بیاد نماز باطله، اگه کسی ریاءن نماز بخونه نمازش باطل، وضو داره، لباسش پاکه، بدنش پاکه، رو به قبله هست اما نمازش بی زحمت باطله. اگر خدای نخواسته نیت ریا بیاد در عبادتش، پس ببینید نماز چقدر انسان قشنگ میسازه. اینی که میگن نماز ستونه، چون همه چی هم در اینجا هست، همه چی درش هست در نماز. بعضی خیال میگن آقا چرا این نماز آدم رکوع و سجده مثلا بکنه؟ نه، دقت بکن اون نماز مقبول چه شرایطی داره. نماز که میخوای بخونی از همه لحاظ ساخته میشی. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، نماز. بعد حق الناس، از حق الناس سوال میکنن، موقف محشره. خدایا به حقیقت محمد آل محمد ما را قبل از مرگ از خواب غفلت بیدار بفرما، عبادات ما را به کرمت به شایستگی قبول بفرما، عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. امام حسین علیه السلام روز عاشورا مثل یک باغبانی که باغشو عمل آورده،
دسته گلش داره جمع میکنه، گلهایی که از صبح عاشورا تا ظهر و تا بعد از ظهر اینها روی زمین خزان ریختن، اینها رو برداشته، دسته گلش آماده است. حالا این دسته گل یک گل سرسبد میخواد، دنبال یک قنچه نشکفته میگرده که او رو گل سرسبدش بذاره، میخواد به محضر کبریایی تقدیم کنه. آمد کنار خیمه ها، صدا زد یا زینب ایتینی به ولدی الصغیر. اونایی که حاجت دارید، اونایی که التماس دعا گفتید، مریض دارید، مریض لاعلاج دارید، حضرت علی اصغر علیه السلام باب الحوائج، بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما، وقتی حاجت داشتند توسل به طفل رضیع، توسل به علی اصغر، طفل شیرخوار امام حسین، محکم بگیر رشته قنداقه اش به دست، باب الحوائج است اگر شیرخوار است. من میخوام سوال کنم از خواهرها، معمولا بچه شیرخوار رو از مادر طلب میکنن، چرا امام حسین کنار خیمه گفت یا زینب ایتینی به ولدی الصغیر؟ چرا؟ آخه اون مادری که شیر داشته باشه بتونه بچه رو شیر بده، یا لااقل قطره ای آب داشته باشه، ربابی که شیر نداره، آبی هم نداره، این بچه رو مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه وقتی آورد تو دست امام حسین گذاشت، این چشمش گود شده، لبش کبود شده، این چهره رو دیگه مادر طاقت نداره، این قنداقه رو دست عمه‌ها بوده، رو دست بیبی‌ها بوده. امام علیه السلام قنداقه رو گرفت، این خیره خیره به صورت علی نگاه کرد. خب حجت خدا میخواد اتمام حجت بکنه، قنداقه علی رو گرفت رو دست به طرف اون بی حیا مردم، گرچه شیر مادرت خشکیده است، علی جان شیر رحمت از لبت جوشیده، در حرم زاری مکن از بهر آب، چون خجالت می کشم من از رباب، می برم تا آن کسی را بد کنم، با خدنگ هر ملک خوابت کنم. صدا زد مردم، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. ماهی رو وقتی از آب میگیرن سه حالت داره، اول بالا و پایین میپره، هنوز جان داره، بعد کم کم وقتی سوس میشه میلرزه بدن این حیوان، بعد که دیگه رمق تمام میشه دیگه لرزش هم نیست، حرکت هم نیست، فقط دهانشو باز میکنه میبنده، او رو میگن تلزی. یعنی ببینید علی داره تلزی میکنه دیگه، این بچه نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه دست بزنه، نمیتونه پاشو حرکت بده، فقط این لبها رو داره حرکت میده. اما ترونه کیفه یتلالا عتشا، بیاید بگیرید خودتون سیراب کنید به من برگردونید. ولوله افتاد مردم، بعضی ها گفتن آخه این چه وضعیست؟ گفت هر مل اقتع نزاع الخوم، ترسید طول بکشه، بعضی قیام کنن، هر مل تیر به چله کمان گذاشت، تیر چه تیری؟ فذبحت طفل من الازن الالازن، تیر کارش اینه که سوراخ میکنه، اما این گلوی نازک
وقتی تیری اصابت کرد میفرمد زبحت زبح شد و ساره یرف رف شروع کرد دست و پا زدن. فتح عینیه فی وجه ابی، یه چشمشم باز کرد یه نگاهی به صورت ابی عبدالله، یعنی منم رفتم. این قنداقی خونالود رو دست امام حسین، علی اکبر نیست بیاد بگیره، قاسم نیست بیاد بگیره، قمر بنی هاشم نیست بیاد بگیره، قنداقی خونالود و آوار پشت خیمه، با دست خودش قبر کوچکی کند، قنداقی خونالود و گذاشت مقابل این بدن ایستاد، نماز به بدن علی اصغرش خون. الله اکبر. خدایا هرچه داشتم در راه تو دادم، علی اکبر دادم، الله اکبر، علی اصغر دادم، عباس دادم. زنده کرد نماز را، نمازشه که خون بدن رو گرفت وارد قبر بکنه، داشت بدن رو وارد قبر میکرد یه وقتی یه صدایی میاد، آقا آقا بذار یه دفعه دیگه بچه‌ام مخفی از چشم زنان دلپری، مخفی از چشم زنان دلپری، میکنم قبر تو را با دست خیش، صورتت را میگذارم روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پاک. ای حسین، ای حسین، یه قطره آن